بازیگران شناخته شده که در عرصه هنر به دلیل زوج بودن ترکوندن. در سینمای ایران بازیگرهایی وجود دارن که با همدیگه زوج هستن و در کنار هم در سینمای ایران بازی میکنن و زندگی بدون حاشیه‌ای هم دارن. این چهره های شناخته شده ی عرصه هنر به دلیل زوج بودن در میان مردم از محبوبیت و شهرت دوچندانی برخوردار و البته طرفدارای زیادی دارن. امروز به زوجهایی اشاره میکنیم که بدون چالش در کنار هم ایفای نقش و زندگی میکنن. رعنا آزادیور متولد 17 فروردین 1362 در تهران بازیگر سینما و تلویزیونه. دور دیده بازیگری از مؤسسه کارنامه است که در 20 سالگی با فیلم مارمولک شروع کرد و بعدها در فیلم محمد رسول الله و سریال زخمکاری در عرصه هنری درخشید. رعنا آزادیور از جمله بازیگران زبان زد در انتخاب استایل پوششه و همیشه سعی در متفاوت بودن لباسهاش داره. طرح‌های لباس‌های اون معمولاً بخشی متفاوت و غیر معمول رو در خودش گنجانده. همسر این بازیگر خوش استایل، مهدی پاکدل، همسر سابق بهنوش طباطبایی. مهدی پاکدل بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ده تیر 1359 در اصفهان و در خانواده ای هنرمند متولد شد. او دانشجوی انصرافی رشته گرافیک دانشگاه آزاد تهرانه و بعد از ورود به عرصه بازیگری در زمینه عکاسی و مدلینگ هم فعالیت میکنه. محلقا باقری متولد 23 خرداد 1360 در تهران بازیگر سینما، تلویزیون و کارگردان تئاتر. او بیش از 12 سال به صورت حرفه‌ای در حوزه کارگردانی و بازیگری تئاتر فعالیت داره و در جشنواره‌های داخلی و خارجی در کشورهای نظیر فرانسه، روسیه و اسپانیا حضور داشته. او در زمینه طراحی حرکات موزون و دستیار کارگردانی تئاتر هم فعالیت داره. در سری اول مجموعه دور همی در نقش همسر قیمت ایفای نقش نمود. این بازیگر خوشخنده همسر جواد عزتیه. جواد عزتی بازیگر توانمند سینما و تلویزیون ایران، متولد 20 دی 1360، فارغ التحصیل دیپلم رشته تئاتر از هنرستان سوره می باشد. آشنایی اونها در دانشگاه سوره و بازی جواد عزتی در پایان نامه محلقا باقری بود. جواد عزتی در تئاتری که محلقا باقری کارگردانی اون رو به عهده داشت حضور داشت و همین همکاری باعث آشنایی بیشتر اونها و در نهایت ازدواج این زوج محبوب شد. آناهیتا درگاهی متولد 1365. او در ابتدا تنها در زمینه نقاشی و طراحی شهرت و فعالیت داشت، اما به تازگی وارد عرصه بازیگری هم شده. اولین شروع بازیگری آناهیتا درگاهی بازی در فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی بود. حرفه اصلی خانم درگاهی نقاشیه. آناهیتا درگاهی نقاشی ماهر و کار بلد بود و تعلیم هنر نقاشی رو از 7 سالگی نزد استاد عباس کاتوزیان آغاز کرد. اشکان خطیبی بازیگر سینما و تلویزیون متولد 19 مهر 1358 در تهران مجری و بازیگر. این هنرمند توانای کشورمون فارغ التحصیل لیسانس رشته تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامیه که در کنار بازیگری به اجرا، تهیه کنندگی، کارگردانی، خوانندگی، نوازندگی و تدریس هم میپردازه. اشکان خطیبی با حضور در برنامه خندوانه اعلام کرد با آناهیتا درگاهی ازدواج کرده. اون در این مورد گفت: ما کم کم به هم علاقمند شدیم. آخرش هم دل منو دزدید و ازدواج کردیم. فرشته حسینی متولد فروردین 1376 در تهران هنرپیشه ایرانی افغانستانیه. فعالیت هنری خودش را از 9 سالگی با حضور در تئاتر آغاز کرد. سال 1395 با بازی در فیلم رفتن سینما رو تجربه کرد. فرشته حسینی این بازیگر جسور و خوش استایل در تیر ماه 1400 با نوید محمدزاده ازدواج کرد. نوید محمدزاده بازیگر سینما تئاتر متولد 17 فروردین 1365 در ایلامه. او فعالیت هنری خودش رو از تئاتر آغاز کرد و برای اولین بار با فیلم عصبانی نیستم
در دنیای سینما به شهرت رسید. اولین تجربه قرار گرفتن نوید محمدزاده در برابر دوربین با فیلم آن دو به کارگردانی بهروز قبادی رقم خورد که هیچ وقت پروانه نمایش نگرفت. از جمله افتخارات نوید محمدزاده می توان به کسب دو جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر و کسب جایزه بهترین بازیگر مرد از بخش افق‌های 74مین دوره جشنواره فیلم ونیز اشاره کرد. دوستان عزیز، به نظر شما کدوم یکی از این زوج‌های سینما بیشتر به هم میان؟ بازی کدوم‌ها رو دوست دارید؟ اگر علاقمند به سینما و حواشی اون هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان که ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون از نگاهتون.